ادامه برنامه سپاسگزار هستم از اینکه با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. بیننده عزیز، قسمی که در آغاز آن گفتم امروز بحث ما در رابطه با کارکرد بانک ملی افغان است و رضایت شما از خدمات این بانک. چقدر رضایت دارین و چقدر زمانی که به این بانک مراجعه میکنین با چالش روبرو شدین نشدین؟ این فرصت به شماست، میتونین امروز در برنامه زنگ بزنین، دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما در میان بگذارین. که در این بحث مهمان من جناب احمد جاوید وفا، رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان هستند و شما میتونین پرسش هایتان با ما در میان بگذارین. آقای وفا حاضر هستند به شما پاسخ بدن. شماره هایی که شما را مستقیم به برنامه وصل میکنه 0791 354 و 655. نشانی ما در فیسبوک با فارسی مجله صبح بنویسین، اونجا برین پای پست مرتبط به این موضوع دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. همچنان پیام خانه در خدمتتان است، میتونین پیام بگذارین و آخرین گزینه از طریق 654 میتونین در برنامه مجله صبح دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. کلید 4 بعد تعقیبش عدد 5 فشار بدین. بعد از صدای بیپ میتونین دیدگاهتان با ما شریک بسازین. دیدگاه های شما با ما قابل احترام است و در برنامه جا میدیم نظریات و پیشنهادات شما را. آقای وفا خوش آمدین. تشکر. آقای وفا، میخوام چون سوال ما از بینندگان قسمی است که از عرضه خدمات این بانک چقدر رضایت دارن، میخوام در مورد عرضه خدماتتان بگین، چه سهولت هایی را در سالهای اخیر به مراجعینتان و کسایی که مشتری شما هستند فراهم کردین و چقدر سهولت ایجاد شده؟ تشکر. مننه تاسو نه چې دغه پروګرام ته مزه دعوت کړل. په بانک ملی افغان ملی بانک څه ده؟ یو د پخوانی بانکونو نه ده چې په 1933 کال کې تاسیس شوی ده او تر ننه فعالیت کوي. نو واضح خبره ده چې یو بااعتبارترین بانک ده چې په مختلفو وختو کې په مختلفو اقتصادي او سیاسي تحولاتو کې د بانک تر اوسه پورې مخکې سي. مهمه دا ده چې دغه بانک ډیر زیات نوي سهولیات ته او کوشش کوي چې نور هم زیات په مختلفو ساحو کې خپل ځان قوي کړي. موږ د یو ستراتیژیک 15 کلن ستراتیژیک پلان په مطابق مخکې ځو. د دې تر څنګ کلني پلانونه لرو. بانک څه دی؟ په یو ډیر ښه تجارتی او ښه حالت کې، مالی حالت کې واقع ده چې تقریبا تیر کال په حدود د 1.3 میلیارد افغانۍ ګټه کړې ده چې په دې کې 780 میلیونه افغانۍ صرف د کارکوونکو زحمت و چې هغه د عاید لاسته راوړی. سرمایه او مختلف نورو بخشو کې دغه بانک ډیر زیات په دې تیر یو کال کې ډیر زیات مخکې تللی. په حدود د 15-30% د بانک غټ شوی دی. سهولت د قرضو سهولت د صنعت، تجارت، زراعت مختلفو بخشو کې موږ قرضې ورکوو. د دې تر څنګ یو ډیر ښه بل سهولت څه دی؟ هغه څه خلک ډیر زیات خوښوي، 15 کلن د موټر سکیم اعلان کړی بانک ملی، چې یو کس کوی شي چې یو کورولا یا یو موټر په حدود د 1000 افغانۍ یا 1000 افغانۍ د میاشتې تاویلې کې د 15 کلو لپاره یې واخلي. د دې تر څنګ چون د موږ خلک اکثرا د کور د اوسېدو مشکل لري، د کور چې کورونه نه لري، د دې لپاره یو نوی سکیم باندې بانک ملی کار کوي. انشاءالله که موافقه و دغه سکیم به د افغانستان په تاریخ کې یو بې سابقې سکیم وي چې هغه د کورونو 10 کلن اقساطو باندې به کورونه خلکو ته په قرضه ورکوي، چې په دې کې یو کس کوی شي چې یو نورماله کور په 15,000, 20,000, 15,000 افغانۍ د میاشتې تاویلې کې او هغه کور د دوی شي، کیلي یې واخلي. په دې باندې اوس زما ټیم کار کوي. د دې تر څنګ ډیپازټ پیسې چې هر نقطه کې د افغانستان وغواړي موږ یې ورکوی شو. او بانک په حدود 40% سیالیت لري. معنا دا ده چې 40% موږ پیسې په داسې حالت کې دي که یو کس یې وغواړي همدا اوس یې ورکوی شو. واحد بانک دی چې شاید په منطقه کې دغسې یو ساری بل بانک ونه لري چې وتوانیږي چې په یو چک باندې په ظرف د 3-4 ورځو کې 80% نه تر 50-80% د خلکو ډیپازټ په یو چک ورکړي.
ممنون شما. آقای وفا، در رابطه با قرضه گفتین اکثرا در افغانستان اقتصاد ها طوری است که نیاز است شهروندان افغانستان قرضه بگیرن. شما این قرضه را زمانی که به مشتریتان میدین زمانش چه قسمه از برنامه‌تان چه قسمه است؟ میشه در این مورد وضاحت بدید؟ تشکر. در قرضه خود ما مختلف نوع قرضه داریم که در او عموما در افغانستان مروج یک ساله قرضه است که یک سال مو شرایط مالی را تکمیل میکنه که وضعیت مالی یک شرکت چی رقم است و بعد از او یک تضمین که امو تضمینش 150 تا 200 فیصد اصل قرضه باشه، خانه یا یک منزل باشه، یک چیز تجارتی، در او صورت باز ما قرضه را برای یک سال اگر او وضعیتش خوب بود او را تمدید میکنیم با دوم سال و سوم سال. ولی در میادی قرضه میتونه که او قرضه را سه سال دو سال بگیره. و فیصدی که شما دوباره از شخصی قرضه گرفت تخص میکنین چی مقدار است؟ او فرق میکنه به وضعیت مالی یک کمپانی تعلق داره. اگر کمپانی در وضعیت خوب قرار داشته باشه شاید در حدود 10% عصری، در بانکداری عصری، در اسلامی بانکداری شاید در حدود 6.5. اگر وضعیتش باز نسبتاً ای باشه که ما قرضه را داده میتونیم ولی کمی خوب نباشه، در او صورت باز تا 9.5% در اسلامی بانکداری مفاد بلند میره و در ای چیز در عصری در حدود 16-15% میشه. این خوب است، اما بعض زمانی است و بعض وقتی است که صورت میگیره اتفاقی که فرد قرضه میگیره و پولش پرداخته نمیتونه دوباره به اون فیصدی که باید به شما بپردازه، عکس العمل شما چی خواهد بود؟ در اون صورت خب باز طرز العمل و مقررات بانک مرکزی و سکتور بانکی موجود است که در اون باز ما مطابق همون مقررات پیش میریم که شاید همون تضمینی که یا مانده و همون شرایط تکمیل نکنه و مطابق مقرره همون جداداش شاید طرف فروش بره. تشکر از شما. بیننده عزیز، شما مگر در این بحث دوست دارین اشتراک کنین، شماره های تماس برنامه 0791-6654-655 نشانی ما در فیسبوک من تیوی مارنینگ مگزین و با فارسی مجله صبح بنویسین، اونجا برین پای پست مرتبط به این موضوع دیدگاهتان با ما شریک بسازین. دیدگاه های شما در برنامه جا داده میشه، همچنان پیام خانه در خدمت دار است و همچنان از طریق 654 میتونین در مجله صبح دیدگاهتان با ما شریک بسازین. کلید 4 به تعقیب عدد 5 فشار بدین، بعد از صدای بیپ دیدگاهتان با ما شریک بسازین. دیدگاه های شما در برنامه جا داده میشه و برای ما قابل احترام است. امروز در این بحث مهمان من جناب احمد جاوید وفا، رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان هستند. شما اگر از خدمات، ارزی خدمات و تمام کار کرده این بانک پرسش و یا دیدگاه دارین، امروز در برنامه زنگ بزنین، فرصت خوب است. آقای وفا به شما پاسخ میدن. آقای وفا اگر اجازتون باشه یک وقفه میگیریم برمیگردیم. بینده ای زمچنان با ما باشین. ادامه برنامه سپاسگزار هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. بیننده عزیز، امروز بحث ما در رابطه با فعالیت و کارکرد و عرضه خدمات بانک ملی افغان است که مهمان من در این بحث رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان جناب احمد جاوید وفا هستن و اینجا هستن به شما پاسخ میدن. شما از این فرصت استفاده کرده زنگ بزنین، دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما و جناب آقای وفا در میان بگذارین. فعلا هم عبیدالله روی خط است. عبیدالله عزیز بفرم. سلام. سلام به شما عبید جان، بفرمایید پرسش باید دیدگاهی اگر دارید. خانم از آقای وفا در بود دو مورد میخواستم سوال داشته باشم. اولی است که آقای وفا اگر لطف بکنم جواب بدن که در بخش مدیم ساختن بانک ملی که چقدر ناکار کردن بخاطر که آگاهی که ما داریم ارتباط آقای بانک ما داریم، بانک ملی فرق کنه در سیستم سابقه و مدر نشده، حتی در مقایسه با بانک های داخلی فرق کرده. اینا بس مادن و سیستمشون مدر نیست، کارت های بانکی مدر نیست، نمیتونن از سوپرمارکت ها و بعض جای دیگه هم خریداری بکنین، از کارت ها استفاده بکنین، از خارج از کشور. در این باره چقدر اینا کار کردن؟ و دوم آقای وفا اگر شما ما وضعات بدین که خواهش آقای وفا، شما در بخش بانک داری اسلامی که یک بخش بسیار کوچک از بانک ملی را تشکیل میده، شما چقدر کار کردیم؟ چرا سیستم ما اسلامی نیست؟ ما چرا نمیتونیم بانک داری اسلامی داشته باشیم؟ یا
جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است که مردم مردم بیشتر از 90% مسلمان هستند. اینا میخوان یک بانکداری اسلامی داشته باشند تا پول خود را در بانک ذخیره کنند. بانک میگه این بخشش هیچ اصلا کار نکرده. اگر کسی بخواد مراجعه بکنه و بخواد که یک حساب اسلامی باز بکنه، بانک ملی میگه شما باید مفاد بگیرید. اگر میخواین اکانت داشته باشین، بدون اون نمیتونیم که اکانت تجربه بکنیم. به این بخش ما چرا کار نکردین و این جامعه و بانکداری سیستم مدرن و اروپایی به اینجا چقدر کارآمد داره؟ به نظر شما چند درصد مردم افغانستان از این بانک ها استفاده میکنن؟ و دلیل عمده ای که استفاده نمیکنن این است که شما سیستم اسلامی ندارید. سیستم بخش کوچک اسلامی هست. به این دو بخش اگر شما زحمت میتونم اگر شما جواب بدیم که چه کار شده بخش مدرن ساختن و بخش اسلامی ساختن. ممنون خودت و باید عزیز که در برنامه با ما شریک ساختی. آقای وفا به شما پاسخ میدن. روزتون خوش. آقای وفا بفرمایید. کور ودان در خصاحوت اشاره وکړله. از غوړم چې مختصره دغه دوه سوالو ته جواب ورکمه. مدرن کولو د بانک په مختلفو ساحو کې باید بانک مدرن شي. دوه ساحې دي، یو ساحه داسې ده چې خلکو ته ښکاري، یو ساحه خلکو ته نه ښکاري. خلکو ته چې نه ښکاري هغه ساحه ده د یو ښه سیستم راوړل، لکه بانکي سافټویر دي، د معلوماتي ټکنالوژي په بخش کې باید ډیر کار وشي او خپله داخل کې بانک باید وصلي او مختلف نور د عصري لارې ولري چې په هغې کې خپل روزمره مشکلات حل کړي، چې په هغې کې فوق العاده بانکي ملي د نورو بانکونو سره د مقایسې بالکل وړ دی. پاتې شو دا چې موږ څه کړي دي. عموما په بیروني ساحه کې دوه نقطې دي چې باید موږ ډېر زیات پې کار وکړو. یو دا ده چې مشتریانو ته باید خدماتو کې ډېر زیات اساس اوسو. دوم موږ باید کوشش وکړو چې نوي د اوتومات ماشینونه او نوي سهولیات راوړو چې په هغې کې مطابق د ستراتیژیک پلان د موږ سه کال موږ 15 ایټم ماشینونه لرو او دغه ماشینونه د ای پی اس سره وصل دي او خلک کوی شي چې د دغه ماشینونه په نږدې وخت کې پیسې وباسي. او دا مطابق د یو سروې څه شوی ده په مختلفو نقاطو د کابل کې به کیښودل کیږي او سږ کال موږ په حدود د یو څلور ایټم ماشینونه نور هم راوړو، سالون تر 15. پاتې شو د خدماتو بخش کې موږ خپل کسټمر سرویس یا د مشتریانو د خدماتو بخش باندې ډیر زیات کار کړی دی چې اوس تاسو کولای شئ چې هر وخت رابطه ونیسئ د بانکی ملی سره او خپل مشکلات ورسره هغه کوئ. اس ایم ایس بانکینګ په نږدې وخت کې د داوطلبي لاندې دی فعالیږي. کال سنټر ډیر زر به په 13-12 په 14-12 تاسو وکولی شئ چې بانکي ملي د خدماتو بخش سره رابطه وساتئ. او نور په مختلفو بخشو کې د مارکیټینګ په بخش کې موږ ډیر زیات کار کړی. واقعا یو د هدفونو نه چې زه خپله بانکي ملي ته راغلم د ما درې هدف وو. داخلي ثبات و د بانکي ملي، دوم دا و چې د بانکي ملي بزنس ته انکشاف ورکول دي، او دریم د بانکي ملي عصري کول دي. داخلي ثبات، داخلي هماهنګي، همغږي او د مسایلو لپاره مې تیر کال ډیر زیات کار وکړ. د بزنس لپاره هم په حدود نوي قرضې هم صرف په اصلي بانکداري کې او په حدود د یو دیرشو نه تر 15 قرضې هم په اسلامي بانکداري کې ورکړلې. بزنس هم یو څه حد ته مخکې وړی دی، ولې سه کال هم د موږ د بزنس کال دی. او عصري د بانکداري سیستم د عصري کولو لپاره لږ مدت ما ته په کار و چې سه کال به انشاءالله د موږ اکثره مسایل تطبیق لاندې دي، څه شوي دي، څه هغه اخري نقاطو کې دي، نو ډېر زر به خلاص شي. د اسلامي بانکداري بخش دی. موږ په اسلامي بانکداري کې چې سه کال یو نوښت وکړ هغه د موټرونو په بخش کې و چې 15 کلن اقساطو باندې تاسو موټرونه د اسلامي بانکداري د بانکي ملي د اسلامي بانکداري له لارې اخیستی شي. امانات اوس هم اسلامي بانکداري سره کېښودلی شي. تقریبا په حدود د 10 پالیسیانې موږ د اسلامي بانکداري لپاره د شریعت او د فقه او د اسلامي بانکداري د اصولو جوړ کړل.
مفادم چې هغه کوم ګټه د مرابحې د لارې نه د اسلامي بانکداري له طریقه موږ اخلو ډیره کمه ده نسبت د عصري بانکداري. دا یو د موږ یو دلیل دی چې موږ اسلامي بانکداري تشویقو. څومره خلک د اسلامي بانکداري نه استفاده کوي واضح خبره ده چې مطابق د سروې نوي و نبره د دې توقع لري چې بانکونه اسلامي بانکداري ته لاړ شي. ولې د افغانستان کې عصري بانکداري یو 14 کاله ووتل اسلامي بانکداري نوې ده. قوانینو ته ضرورت لري، مقرراتو ته ضرورت لري، ظرفیت ته ضرورت لري، په دې ټولو باندې په مرور زمان کار روان دی. موږ به انشاءالله په نږدې وخت کې د بانکي ملي اسلامي بانکداري به د کورونو موضوع هم د همدې له طریقه موږ شروع کړو چې د مرابحې او استثنا له طریقه به تاسو کولی شئ چې 10 کلن اقساطو باندې کورونو خاوندان شي. نن تاسو په 15,000 افغانیو باندې به یو کلی د اپارتمان یا د کور تاسو اخلئ او هغې ته به انشاءالله دا یو نوښت به د بانکي ملي د اسلامي بانکداري له لارې کیږي. ممنون شما. ممنون جناب عمر روی خط است از خوشحال خان. عمر جان بفرما. سلام علیکم. سلام به خودت عمر عزیز. بفرما پرسش و یا دیدگاهت. مخام خبرتون غواړم که سلامون قبول کړئ محترم. سلام به شما. بفرما. دغه کوم په میلیونو په زرګونو میلیونو ډالر چې شخصي بانکونو نه د غلو چیستی دي، دغه ملي بانک اوسه پورې څومره پیسې واپس اخیستي دي او یا دغه خلکو سره یې کومه قانوني کاروایي کړې ده چې نه ده کړې؟ دا چا چیستی دغه خلک خو اوس فعلا په افغانستان کې موجود دي. څه د حامد کرزي صاحبونه دي، سړکونه لري، څه د فهیم صاحب فهیم صاحب دي الله وبخښي، دغه خاندان ده، څه د جمعیت نور مهم غړي دي. نو ولې دغه افغانستان ملي بانک چې دی یا چې کوم چې دولتي بانک دی دغه غاسټینو نه ده؟ بله، حرفای برادر ما تکمیل نشد. عمر عزیز امیدوار هستم دوباره زنگ بزنن و دیدگاهشان با ما شریک بسازن. بینندگان شما مگر دوست دارین در این بحث اشتراک کنین، شماره هایی که شماره مستقیم وصل میکنه 0791-654-655 نشانی ما در فیسبوک /mantv morning magazine و یا با فارسی مجله صبح بنویسین. اونجا برین دیدگاهتان پای پست مرتبط با این موضوع با ما شریک بسازین. دیدگاه های شما در برنامه جا داده میشه. همچنان پیامخانه در خدمتتان است. از طریق 654 هم میتونین دیدگاهتان در مجله صبح با ما شریک بسازین. کلید 4 به تعقیب عدد 7 عدد 5 فشار بدین. بعد از صدای بیب میتونید دیدگاهتان با ما شریک بسازید. دیدگاهتان با ما قابل احترام است و در برنامه جا داده میشه. تا جایی که حرفای آقای عمر شنیدین، جناب وفو پاسختون چیست؟ من یو څو مهم نقاط ته اشاره وکړله. مهمه دا ده چې موږ بانکداری خوول دا ده چې خپله کوشش کوي چې یو ښه افرادو ته قرضې ورکړي او مطابق د پالیسي مقرراتو باید د پیسې هغه کسان ته ورشي چې واقعا تجاران دي او کولای شي چې تجارت ته نور هم توصیه ورکړي چې د افغانستان په اقتصاد په د وظیفو په رامنځته کولو کې او په مختلفو لارو کې د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر و مثبت تاثیر ولري. نو د دې لپاره باید بانکونه قرضې ورکړي او همدغه د همدغې لارې نه بانکونه فایده وچاتي. هغه خلک چې موږ نه قرضې اخلي او بیرته نه راوړي، مطابق د طرزالعمل که هر بانک لاړ شي په دې توانیږي چې دغه پیسې بیرته په خپل مشخص وخت کې یا په هغه کوم تضمینات چې موجود دي د هغې له طریقه تکمیل کړي. تیر کال بانکي ملي 150 میلیونه افغانۍ هغه پیسې وې چې خلکو په خپل وخت نه وې راوړې او ډېر وخت ورسره پاتې وې. بعضې داسې قرضې وې چې 6 کاله پاتې وې، بعضې داسې قرضې وې چې 8 کاله 10 کاله پاتې وې. فشارونه هم پرې راوستل، په ځان هم فشار راوسته. 150 میلیونه افغانۍ صرف تیر کال بانکي ملي د مختلفو خلکو نه بیرته بانک ته راوړي دي. ولې مهم دا ده چې بانک تجارت کوي، په تجارت کې یو برخه ته نقص هم کوي او ګټه هم کوي. مهمه دا ده چې ته آیا په ګټه کې که په تاوان کې، که چېرته د خلکو په پیسو باندې بانکي ملي ګټه کړي، هم خلکو ته ګټه ورکوي هم ځان ته ګټه کوي. او موږ الحمدلله په تیرو 9-10 کلو کې بانکي ملي په ګټه کې دی. بعضې قرضې به د موږ خرابې شوي، ولې تیر کال چې 150 میلیونه جمع ټولې کړي دي، آینده کال به هم ټولو، سږ کال به هم ټولو،
نو په هیڅ صورت ان شاء الله وس مونږ ته الحمدلله د سیو دولت د مونږ شاته دی چې هر چیرته مونږ خپل یو مکتوب لیګو یو تماس نیسو مونږ سره شاته د ریاست جمهوری خپل د محترم رئیس صاحب جمهور ډیر زیات حمایت موجود دی او همدغه د دې بایس کیږي چې نن مونږ کولای شو چې خپل پیسې برتر ټولی کو او د دې ترڅنګ یو کمیسون هم په د محترم وزیر صاحب د مالیه لخوانه چې مخکې وړل کیږي مونږ هغه کمیسون لرو که خپل نه توانی غوغه کمیسون سره رابطه کیږو او دغه پیسې برتر او باسو وس الحمدلله په تیرو دوه کلو کې چې دولتي بانکونو خصوصي بانکونو څومره پیسې د نوي دولت په وخت کې رويستې دي شاید په تیرو 15 لسو کلو پورې دا پیسې نه یې رويستل شوي نو زه ان شاء الله په دې برخه کې بیخي اطمینان درکوم بعضې وخت به پیسې یو کال بعد راوړي خو مطابق د مقرراتو به ان شاء الله حتمی راوړي ممنون شما آقای وفا به اجازه تان یک تماس روی خط از فردوس عزیز فردوس سلام به خودت سلام به شما و میمان برنامه تان میخواستم از میمان برنامه تان پرسان بکنم که در افغانستان به خاطر باثبات داشتن پول افغانی ممکن که افغانستان افتوار است یا به خیال که در خیال افتوار است که دلار به بازار عرضه میکنن به خاطر از این میخواستم طریقی ها میتونم که این بازش پول افغانی را باثبات بسازم متاسفانه چیزی را که ما از بسیار جای مختلف شنیدیم اونها این دلار را صرف یک کسی که حتی رابطه بسیار نزدیکی داشته باشند با بانک ملی افغانستان با یک نفر مشخص عرضه میکنند که نمینجا یا دلشان باشند دلار را با پول و بالا ببرند یا پایین ببرند کل بازار را در دست خود گرفتند یکی از سوال سوال دوم این که همین برای مردم یک تشویش پیدا شده که اگه لایمه بس کده بانک ملی افغانستان که تمام عمل است که پیسه که امضا شده باشه پاره باشه یا چی باشه این ناچل میشه درباره از و اگر میخواهیم که در آینده بدون از اینکه ما دلار به بازار عرضه کنیم کدام راههای وجود داره که ما ارزش پول افغانی در افغانستان ثابت بسازیم چرا که در افغانستان یعنی دلار که اگر به بالا رفت کل بازار کل اجناس قیمت میشه کدام راه بدیل برای نیستن جدا یا نه خیر ممنون خودت ممنون بیننده عزیز که در برنامه اشتراک کردی دیدگاه تا با ما شریک ساختی آقای وفا به شما پاسخ میدن آقای وفا اگر اجازتون باشه وقفه میگیریم برمیگردیم و پاسخ برادر بیننده عزیز با ما باشین ادامه برنامه سپاسگزار هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین بیننده عزیز امروز مهمان من آقای احمد جاوید وفا رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان و بحث ما در رابطه با خدمات و عرضه خدمات این بانک است شما اگر در این مورد پرسش و یا دیدگاهی دارین میتونین در برنامه زنگ بزنین دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما شریک بسازین شماره هایی که شما را مستقیم به برنامه وصل میکنه 0791-364-655 همچنان نشانی ما در فیسبوک /vantv morning magazine و یا با فارسی مجله صبح بنویسین میتونین اونجا برین پای پست مرتبط می موضوع دیدگاهتان با ما شریک بسازین دیدگاه های شما در برنامه جا داده میشه فعلا هم تماس روی خط است ملاله عزیز از کابل به تماس شدن ملاله جان بفرمایید سلام علیکم به شما و میمان محترمتان ممنون از شما بفرمایید ما از میمان شما یک سوال داشتم و از مدت وقت یک زمان کرده سایی که پیسم تحقیل داد وقتی من از سایی که به بانک داشتم و وقتی که به بانک مراجعه کردم گفتن که حال پیسی شما دیگه ایچی در ما در من از سایی که در حساب خانه گرفت کردیم که خانه باید بگیریم که در بانک امانت مانده بودیم اینا ما از امو از سوال سایی به خانه هم نشدیم دیگه ما پیسی ما را از یک مراجعه میکنیم که ایسا پیسی ما چطور میشه یک جای برای ما جواب نمیده حتی پیش رئیس های بانک ملی رفتیم اونا به زوابی خود حتی به شعبی خود اجازه ندادن شما با بانک مشکل ما را کجا چی کنیم و مشکل به خانگی ما تا از اون وقت سال مانده ممنون شما شما در بانک ملی افغان گفتین مراجعه کردین درست؟ بله بابا من مراجعه کردم یک بار نیست چندین بار مراجعه کردم آقای وفا شما سوال ندارید شما پیسه شما چطور شده این پول شما در حساب بانک ملی افغان بود بله حساب بانک ملی افغان کتابچه ما هست تا پیش خب شما ایتو کنن که امروز نمی ساعت 11 و نیم بجه به دفتر ما بیان یازده و نیم بجه امروز ما در دفتر خود هستم شما تشریف بیارین که ما همین موضوع را از نزدیک ببینیم آدرس دفترتان را میخواییم پیش روی سیرنا بانک ملی
در کجا؟ نفهمیدم. پیشروی سیرینا بانک ملی افغان همی دفتر مرکزی ما 11:30 ریاست دفتر بین ما همونجا انشاءالله ما در خدمت هستیم. احمد جانی رسلامتان میبخشید. خواهر عزیز یک روی دیگه هم وجود داره، تماس دقت نکو، شماره تا به همکارای ما بدین، ما به تماس میشیم با خودت. فکرون تماس ملاله عزیز قد شد، امیدوار هستم اگر تماسش قد نشده با همکار ما در تماس باشن و شماریشانه بدن، ما شماریشانه میگیریم به آقای وفا میدیم، مشکلتان امیدوار هستم حل شود. گرچه که فردوس عزیز سوالش ربط میگرده به بانک مرکزی، اما میخوایم کوتاه شما هم در این مورد وضاحت بدید. تشکر. موضوعی چون موضوع به مربوط به بانک مرکزی میشه، ولی چون علی سوال شده بعد ما جواب برشان بدیم. مداخله اسعاری از طرف بانک مرکزی به دلیل این است که اکثرا کمک‌ها میشه برای دولت افغانستان که این کمک‌ها در دلار میشه و این کمک‌ها از طریق اکانت‌های بانک مرکزی از خارج به افغانستان میه و در بدلش وزارت محترم مالیه به جای دلار ضرورت داره به پول افغانی. این پول اگه بانک مرکزی کلش از خزانه خود بده، در اون صورت انکشاف پول از حد فعالیت‌های اقتصادی در سکتور زیاد میشه، این باعث این میشه که پول افغانی ارزش خود از دست میده. به همین دلیل بانک مرکزی مجبوراً مداخله اسعاری را میکنه در مارکت و در مارکت سرای شاهزاده در هفته دو بار پول موضوع اعلان میشه و هر کس را میتونه که از او طریق دهی و نرخای خود بته و بتونه از امی پروسه دلار بگیره و از امی طریقی یک از وسیله یا ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی و یک چی رقم که اکثرا در تحلیلات در مختلف تلویزیون ها ما میبینیم او شکلی که این تحلیل میشه غلط است. این صرف یک وسیله است و پول می کل پول دلار بانک مرکزی به هیچ صورت نمیتونه که این را ببره به ذخایر اسعاری خود مجبورن که در مارکت مداخله کنه که هم تقاضایی که از طرف وزارت مالیه به وجود می که اون را تکمیل کنه، در عین وقت هم رشد متوازن پول هم در مارکت داشته باشه. ممنون شما جناب وفو. به اجازهتان یک تماس روی خط است. نصرالله عزیز از کندز به تماس شدن. نصرالله بفرمایید برادر. ما سلام تقدیم میکنم به مهمان برنامه تان، به شما و به کل همکارایتان درود باشه. سوال ما از مهمان برنامه قسمی است که بانک ملی خو پول قرضه میده به مردم، اونا فیصدیش هم 11% است، باز به مرور زمان استوار میگیرن. سوال ما این است که کسانی که پیسه دارن توانایی کار کردن نداره و یا یعنی نفری نداره که با اون پول کار بکنه، بانک ملی کدام برنامه مضاربت یعنی در نقط فایده شریک پول میگیره از مردم یا نمیگیره؟ ممنون شما. ممنون که در برنامه تماس گرفتین. آقای وفا با شما پاسخ میدم. برادر روزتان خوش. پاسخ شما. تشکر. ما امی سیستم داریم. فعلا زیاد مشتری هاست که امرای ما پول میمانه و او پول ما میگیریم، سرمایه گذاری میکنیم در اقتصاد از طریق مرابحه، از طریق مختلف خدمات اسلامی بانک داریم و او را سرمایه گذاری میکنیم و یک آید به دست میاریم و اون او آید باز پس تقسیم میشه، هم یک فیصدیش به بانک ملی میره و یک فیصدیش پس به مشتری میره. ما این سیستم داریم. ممنون شما آقای وفا. ممنونتان. به اجازهتان یک وقفه میگیریم، برمیگردیم. بیننده عزیز همچنان با ما باشید. ادامه برنامه. ممنون که با ما هستین. امروز بحث ما در رابطه با عرضه خدمات بانک ملی افغان است که در این بحث مهمان من آقای احمد جوید وفا، رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان هستند. شما اگر در این مورد پرسش یا دیدگاهی دارین میتونین مستقیم در برنامه زنگ بزنین، دیدگاه ها و پرسش هایتون با ما در میان بگذارین. شماره هایی که شما را به برنامه مستقیم وصل میکنه 0791 3654 و 655. همچنان نشانی ما در فیسبوک با فارسی مجله صبح بنویسین، اونجا برای نظریات و دیدگاه هایتون با ما شریک بسازین. دیدگاه های شما در برنامه جا داده میشه.
فعلا هم حبیب عزیز از کابل روی خط است. حبیب جان بفرما. سلام خدمت شما، سلام خدمت میمان برنامه‌تان. سلام باشید. من شریف با تماس هستم. یک شکایت داشتم از این بانک ملی در قسمت تحویل‌گیری اسعار افغانی، مثلا اسعار 50 و 100 یا 20. زمانی که ما مراجعه میکنیم به خاطر تحویلی بل برک خواد یا مثلا یک طرفه بانکی خواد، در اینجا مراجعه میکنیم، پول افغانی پول مایده پیش کش میکنیم و پیشنهاد میکنیم، یا برای ما میگن که شما مثلا 50% برای ما پول مایده داریم، 50% کلان داریم، یا مثلا میگن که شما منتظر باشین، ما وقت نداریم که پول تبادله کنیم یا مثلا تعرفه تانه بگیریم یا پول برک تانه بگیریم. در این باره میخواستم از مهمان تان پرسان بکنم که چی مشکل است زمانی که شما در رسانه ها اعلان میکنند که باید تبادله اسعار مثلا بانک در خدمت تان است؟ ممنون شما، ممنون حبیب عزیز که از مزار به تماس شدید، مشکل تا با ما در میان گذاشتی. جناب وفا به شما پاسخ میدن، روزتان خوش. بای وفا پاسخ شما. تشکر. من انشالله این موضوع رو میبینم. اصلا خب که در هر دهی باشه، صدی باشه، پنجایی باشه، باید بانک ها مکلف است که نگیره، بانک ملی مکلف است که نگیره باید تاویل کنه. و این موضوع را که شما گفتن، ما انشالله امروز همی مشکل و میبینم در می کل ولایت که یا چرا این پول قبول نمی کنه، با وجودی که مکررن ما به کل نمایندگی خود هدایت دادیم که باید هر در هر دهی باشه، در هر چیز که مردم پول میاره باید شما هم پول قبول کنن و از او بگیرن. شاید در می روزا تا یک حد فشار سر کل بانک ها زیاد باشه، چون موضوعی که از طرف بانک مرکزی اعلان شده، موضوع همی پولی مطابق مشخصات یا گفته، شاید سر کل نمایندگی ها کمی زیاد مردم آمده باشه و به همی دلیل پول خورد کمی وقت ضرورت داره که و کلش ما ایچه. خب بازم به این مشکل انشاءالله من خودم میبینم این ایره که چی مشکل است، نتانا در مزار در کل ولایت من ایره میبینم. ممنون شما. معین شریفی برای ما دیدگاه خود نوشتن که در رابطه به قرض دهی موتر و خانه که شما گفتین یک اندازه وضاحت بدین، فکر کنم از اول دنبال نکردن، میخواین بیشتر بدونم. موتر خب بله، البته منظورشون بوده که در ولایت چگونه است. طول ولایتو که تاسو کوای شید چه دمنگ طول برانچو سره څنګه سره معلومات موجود ده و رقم معلومات موږ ورکړه ده چې څوک موټر اخیستای شي، څوک کوای شي چې کور واخلي. د کور په برخه کې موږ 15 کلن نقصات باندې وسم کورونه لرو، ولې زه غواړم چې دغه لس کلن کم، نو لس کلن یا د کار لاندې عموما 15 کلن چې ډیر د قوي عاید تجارتی عاید یا په خصوصي سکتور کې قوي تجار نه مشکل ده چې 15 کلو کې یو کور واخلي و اقساطو کې ورکې. نو زه دغه کوشش کوم لس کلن کم، نو لس کلن که منگ او تاسیم بیاد خیر سره یو چه حتی توانایی پیدا کو چه زانو تا یو کور ده دغه سهولت ده بانک ملی لطریق تاسو با و مامورین و مختلف خلق چه واید ده میاشتی لری لدی طریق استفاده وکي. شرایط ډیر ساده دي، صرف باید تاسو دغه توانایی خپله ثابته کړئ چې تاسو کولی شئ چې د میاشتې د موټر لپاره که یو 2000 یا د هغې نه ټیټ ماډلونه یا جیګ ماډلونه 1000 10000 15000 افغانیو پورې مختلف ماډلونو په حساب باندې قیمت فرق کې رای وړی، او په کورونو کې مایه تاسو کولی شئ چې په حدود 15000 یا 10000 افغانۍ یا 15000 افغانۍ یا 60000 افغانۍ فرق کې د قیمت د کور او د اپارتمان پورې چایت. که تاسو دغه توانایی ولرئ انشاءالله موږ به په دې ساحې کې دغه نوي لس کلن اقساط چې شروع شو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ. ممنون شما. ممنون آقای وفا. میخوام در رابطه به بحث اعتبار سازی در افغانستان، اکثر مردم به بانک های اعتبار نداره، شما چقدر در این بخش کار کردین و اعتبار مردم به دست آوردین؟ موضوع اعتبار مربوط به چند نقطه میشه. که نهی است که مردم باید از این ایم زیاد آگاه باشه که بانک ها در افغانستان در چی وضعیت مالی قرار داره، و از دید این ای که ما ببینیم که بانک ملی در وضعیت بسیار خوب مالی است. مهمترین چیز این ای است که ما در مفاد هستیم، مصارف خود میکشیم و یک فایده ده حدود 3.1 میلیارد افغانی یک فایده بسیار کلان است، اینه ای را به دست میاریم. دوم
سیستم موجود است. پول را در اکثر ولایت ما پس در جایی که مردم امانت مانده باشه ما پس میتونیم که اونو را برشان در وقت و زمانش بتیم و پولشان محفوظ است و دیگه هم سر مقررات و قوانین هم کار جریان داره و انشالله در موضوع اینه ای که باید یک بازاریابی بسیار خوب موجود باشه. ما انشالله سال گذشتم سری استراتژی کار کردیم و سال این سال هم سال بازاریابی است برای بانک ملی و ما از طریق ویب سایت ما میتونن که شما وضعیت مالی بانک ملی را بفهمیم که در چی وضعیت است و سرمایه را که ما داریم در حدود 9.5 میلیارد وانی صرف سرمایه بانک ملی است که در سکتور شاید به سابقه باشه و در این وقت ما از لحاظ سیالت خود در یک سیالت بسیار خوب هستیم، از لحاظ اینه ای که موضوع دارایی تقریبا در این سال گذشته در 13 ماه در حدود 35 تا 36 فیصد دارایی بانک ملی افزایش آمده. به امید دلیل بانک ملی یعنی از لحاظ اعتبار از 13 12 از 19 33 تا امروز انشاءالله ما هم چقدر بدهی ها را که داشتیم اونه او را به وقت خود به مردم پس دادیم و همین شرایط بانک ملی امرای شما است و می باشه. ممنون شما، ممنون آقای وفا که تشریف آوردین و پاسخگو بودین به بیننده عزیز. روزتان خوش. تشکر. بیننده عزیز سپاسگزارم از شما که با ما بودید و برنامه را دنبال کردین. تا فردا که تابان عزیز در خدمتتان قرار میگیره، خدا نگهدارتان، همچنان با یک باشید.